سلام دوباره تقدیم می خوش آمدین و سپاسگزار از تیم عزیزی که تا این دم با ما هستین در بخش سرخط در رابطه با چهارمین دور جشنواره بین المللی فیلم مهرگان در کابل صحبت می با جناب فقیر میوند کارشناس فرهنگی اینجا با ما هستند سلام و صحبتان بخیر بسیار خوش آمدین جانان ما صحبت بخیر برای همه دوستایتان روز خوش خوش آرزو میکنم زنده باشید میدانم که آدم پر از میر محبتی است ولی بله می که جمله خدا با امی حرف آغاز بکنم میگن امروز اگر تنها می توانی یک چیزی باشی مهربان باش پس آقای میوند به نظر شما چطور می تانیم برای کشور خود برای فرهنگ خود برای سینمای خود برای تئاتر خود برای همه دار و نداره که در این سرزمین از ما مهربان باشیم از طبیعت هم اگر آغاز بکنیم بسیار ایمال عزیزم اجازه بته که امروز روز اول سال نو است سال نو سال نو ای سویره سمیمانه و عاشقانه و دوستانه برای تمام دوستای خارجی که در ساختار افغانستان کار پی کار میکنن با عزیزای افغانی ما در هر نقطه که بخصوص برای کارمندای بخش رسانه هایشان و سفارت کشورهای خارجی سمیمانه مبارک باد بگویم و بگویم ای روز ارجمنده بر شما مبارک باشه و سالهای خوش خوش برتان آرزو میکنم و امیدوار هستم او چیزایی که در سالهای گذشته بر ساختار آینده افغانستان اشتباه کردین بس. در سال نو جبران بکنین که مردم افغانستان سخت نیاز به تغییر و تکامل و محبت دارند چیزی که خودت میگی بله محبت ایمل عزیزم کشمش نخوت نیست که از بازار خرید بس. محبت در وجود ما رشد میکنه نمو میکنه محبت از دسرخان خانوادگی ما بیرون میشه محبت از فضا و تربیه نیک و یک فرهنگ سازی یا یک داشتن یک فرهنگ بلند یک کشور که در مکاتب مدارس حتی در مساجد تدریس شود برای جوانا و نوجوانا که ای عزیزای ما وطنت دوست داشته باش بیرق سیرنگت احترام بکو به سرود ملی سرود ملیت جسورانه استانه باش استارش. برای استاد و رهنمایت کمک بکو برای دکترها و مهندسینی که برای ساختار آینده کشورت و کشورت پله خشت سر خشت میمونه بیران نکو بلکه یک سنگ پایه باش بل. و سنگ پایه مستقم باش برای نسل آینده ای امش امش از محبت و عشق و دوستی و حب وطن شروع میشه بله از محبت صحبت کردیم بین از جشنواره مشترک صحبت بکنیم ام. که اینجا هم حرف از مهرگان آمده از محبت آمده ام. بین از فضای امی پرمیر امین جشنواره که همه خوش بودن، اما لبخند داشتن، اما عشق داشتن صحبت بکنیم که این جشنواره چگونه برگزار شد؟ بسیار عالی. امال عزیزم تشکر میکنم از تلویزیونتان و تلویزیون های که خوب باستاب داد پنجشنبه گذشته تالار تالار کنفرانس های ریاست اجرایه بلد. رنگینی دیگه داشت زیبایی دیگه داشت تراوت دیگه داشت زیباترین دخترای شار کابل ولایات آمده بدن زیباترین بچه های فلم ساز و هنرپیش های سینمای افغانستان آمده بودند همشان زیبا بودند همشان پر از محبت و دوستی بودند همشان امیدواری داشتند صحبت بسیار برازنده و خوب را آقای عبدالله عبدالله داشت دوستای دیگه داشتند ما یک امیدواری را دیدیم یک فضای سمیمیت را دیدیم که برای رشد سینما و کارهای هنری سینما که لنگ لنگان پیش میره ایره دوستا و عزیزای ما بر ما نوید دادن نسل جوانه که شما هم از او جمله هستین و ما نوید دادن که سینمای افغانستان نمورده و سینمای افغانستان پس دوباره قد بلند کده و رست میشه چیزی که در روز آخریش که دیروز بود جمع بندی شد در تالار کنفرانس های پانزه هنرهای زیبا باز هم یک شور حلحله دیگی بود یک زیبایی دیگی بود که ما تشکر میکنم از آقای رئیس پانتون کابل همین قسم از رئیس پانزه هنرهای زیبا که تعداد زیاد از جوانهای اونر پیشی ما آمدن و دور هم ملقه زدن تابترین جایزه فلمسازه دایرکتره سناریو نویسه و زن، و مرد، هر کس به نوبه خود نصیب شد. آقای من چند فیلم بود؟ سوپوزش میخوایم. فیلم تقریبا اضافه تر از 100 دانه بود. 100 و فیلم های فلم... مشترک هم بود، فیلم های داخلی و خارجی بود. ما میره میخوایم برتن بگویم عزیزم، دیف جشنواره میرگان، در چهارمین جشنواره میرگان از تمام کشورهای امریکای لاتین اروپا آفریقا فلم ها آمده بود سرازه شده بود که این خودش یک نوید است در کشور جنگ زده افغانستان نه تنها که از قندار و ایرات و فرا فلم آمده بود بلکه از کشورهای دور آمده بود به این مفهوم که یک امیدواری دارن یک باورمندی دارن برای کشور جنگ زده که در جا سینما جای خود داره برای هنر سینما هم توجه صورت گرفته اما به او اندازه که باید صورت بگره صورت نگرفته با درد و اندو بگویم اما در پالوی ازی درد دیگه ای را که میتونم امی لحظه هم تان شریک بسازم چقدر مشکل بود که دخترها و بچه های فلمساز از ولایات آمده نتانستن خاطر مسائل امنیتی خاطر نبود یک بودجه کامل که بیاین در اینجا و برشان تکت تیاره و یا تکت بس گرفته شده که تا بیان و یا مسائل امنیتی اما این مانع کار شده نمیتونه ایمال عزیزم ما چیزایی بود که در این فستیوال آموختیم در فیستیوال های آینده او را بتانیم جبران بکنیم و کار است آنقدر مشکل و ما امیدوار هستم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان همو قسم که توجه میکنه برای اردوی ملی پلیس ملی امنیت ملی بر کارهای هنری و کارهای فرهنگی که ما در آستانه آغاز بودجه سال مالی آینده هستیم دولت باید یک فیصد معینه برای کارهای هنری و کارهای فرهنگی بتا. آیا کرده؟ بله. چرا نه؟ تازه هفته گذشته در ریاست اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان وزارت مالیه افغانستان وزارت مخابرات وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان دست به دست هم دادند که پس دوباره برای احیای مجدد تئاتر کابل و تئاتر ایراد هبدونی میلیون افغانی را اختصاص دادن ده. پس دوباره می که تئاتر زینب نداری را که یگانه تئاتر زن هست یگانه سینمای زن است در افغانستان پس دوباره ای را احیا بکنند و دروازه را باز بکنند بر بانوها و خانمای ارجمند و چیز دیگه که بسیار ضروری هست بر اولین بار تصمیم گرفته شد با وزارت مخابرات افغانستان با وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان و کتابخانه عامه کابل میخواین که کتابخانه آمی کابل دیجیتال بسنه اینا چیزایی است که تقریبا یک ماه یک و نیم ماه پیش اتفاق افتاد بله شماره از مقامات حکومت وحدت ملی افغانستان در مراسم گشایش شنواره شرکت کرده بودند بله. که از جمله جناب دکتر صاحب عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی هم بودند و آقای عبدالله به های افغانستان حرف و پیامی که دادن چی بود و نوید خوشی که برای سینماگران دادن اجازه بدین که در یکی از برنامه های قبلی ریاست اجرایه که بلد. نمایش تیاتری دوستای ایراتی مالی شد وظیفه داده شد برای مسئولین فرهنگی و هنری ریاست اجرایه که هرچی زودتر تئاتر ایراد که تئاتر مادر هست و اولین بار در افغانستان تئاتر ایراد پایه‌گذاری شده نه تئاتر کابل بلد. برازی باید پول داده شوه که ما پیشتر یاد کردم نمیخوایم تکرار شوه که وزارت مالی افغانستان برازی یک مقدار پول داده و یک گپ بسیار مهم اما در این برنامه جز تشویق بسیار سمیمانه و عاشقانه و با هنرمندانه دکتر سیب عبدالله عبدالله چیز دیگه نگفت اما من باورمندی دارم که حضور گرم آقای دکتر عبدالله عبدالله در این برنامه نویدی بود برای نسل جوان که اعضای رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان علاقمندی دارن برای کارهای سینما و کارهای هنری که این کارا ما باید مشترکاً انجام بدیم و ما امیدوار هستم که سال آینده سال بیشتر کارهای هنری و کارهای فرهنگی باشه به خاطر که ما در طول این مدت زمان بر کارهای هنری و کارهای فرهنگی تلاش نکدیم و چیز دیگه که سرش زیاد کار میشه و زیاد توجه و صورت میگره از طرف ریاست اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان و از طرف ریاست جمهوری افغانستان و خانم با بانوی اول او ایجاد طرح اولین پالیسی فرهنگی افغانستان است و همچنان میاری سازی زبان ارجمند پشتو و زبان دریس که من ممنون و سپاسگزار هستم از اعضای برجسته اکادمی علوم افغانستان که در این راستا زیاد تلاش میکنن و ما امیدوار هستم که ما بتونیم هم زبان میاری خوب داشته باشیم بر رسالای خود و هم یک پلیسی کلان فرهنگی بر ساختار آینده افغانستان آقای با این همه شماره از هنرپیشه ها با این باور هستن که اگر از هنر سینما و هنر در کشور پشتیبانی شود تلاش های آنها در هنر سینما بهتر خواهد بودن منصور از اینا پشتیبانی و به نظر شما چه پشتیبانی میتونه اینا را کمک بکنه تا درخشش خوبتری در این سرزمین داشته باشه قربان شما این سوالتان مره به داره که دیروز در یک جای با یک تعداد از اونرمند های سینما شده بودیم کسایی که کمپنی های شخصی دارند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر از اینها مالیه وضع کرده و اینا توانمندی پرداخت مالیه را ندارن ما آرزو میکنم از آقای اشرف غنی آرزو میکنم از آقای عبدالله عبدالله آرزو میکنم از وزارت مالیه افغانستان که برای هنر سینما و کارهای هنری مالیه را که می باید کم باشه بله. و یا این دوستای ما را که تازه کمپنی های شخصی را باز کردن که میتونه ستون فقرات بر وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان باشه اجازه بتن و مالی از اینا را بله. کمتر بسازن در یک کلمه یک جمله تلایی اگر امروز هنری باشه بر ما بگوین چه خواد گفتین؟ او چقدر مقبول ایمال عزیزم اجازه بده که جمله را بگویم فرهنگ و نرم ای قامت تناور و پربار کشورم با این دیشت زهش و شادی ما جان گرفته است عیفا و درد و کنون در تنباد سخت این صحرا تنا گذارمد بله خیلی هم سپاس گزار هستیم بسیار خوش آمدین خوش, خوش آمدین و ما خداحافظی می کنیم تا فردایی که دوباره بر میگردیم گردیم به بالای یک توبی هم تا مسپاریم سبز بمانین لبخند بلب داشته باشین برای یک دیگر تون هم لبخند میشه بتین